دوستان سلام من سلماز برقگیر هستم و شما دارید به پادکست لام تا کلام گوش میکنید لام تا کلام یک گفتگوی دوستان است از قلب من به قلب شما و هدفش صرفا بهتر کردن کیفیت روابط و زندگی شماست در طی جلسات کوچینگ و سمینارهایی که داشتم به این نتیجه رسیدم که یک سری ناگفته ها تو رفتار کردار تعاملات اجتماعی ما آدم هست که تاثیر خیلی بزرگی رو کیفیت روابط و زندگیمون میذارن ولی به هر دلیل اینا رو داریم نادیده میگیریم بر همینی که تصمیم گرفتم تو هر اپیزود این پادکست به یک از این ناگفته های کوچولو بیشتر بپردازم شما امروز داریم به اپیزود 75 م پادکست لام تا کلام که در آذر ماه 401 ضبط و پخش میشه گوش میکنید و من میخوام به داستان موجهای زندگی بپردازم شده لب ساحل دریا باشین ببینین یه بچه لب ساحل یه چاله کنده خیلی نزدیک موجای دریا و داره سعی میکنه یه قصر شنی بر خودش بسازه بعد هر بار که این موج میاد میره تو اون چاله ای که این بچه کنده و یه تیکه از این بنای این بچه رو خراب میکنه الان تو این تصویر چی میبینین بچه ای که خیلی شاکی و میگه باز خرابش کرد من امروز میخوام راجبه این اتفاق تو زندگیمون صحبت کنم میخوام راجب به روزهایی صحبت بکنم که ما برنامه ریزی خیلی بزرگی براشون ممکنه کرده باشیم و به دلیل موجهای سهمگین گاهی کوچیک یا گاهی بزرگ زندگی که خیلی هم نابهنگام ممکنه بیان اون بنای ما رو خراب کرده باشن میخوام راجب مواقعی صحبت کنم که به هر دلیلی احساس میکنیم که برنامه ما مثل اون شن و هیچ جایی وای نمیستن این روزها اتفاقات خیلی بزرگ و متاسفانه ناراحت کننده ای داره تو مملکت ما ایران میفته ولی من مطمئنم که این اپیزود پادکست به جز برای کسایی که دارن اون ها رو از نزدیک لمس میکنن با گوشت و پوست و استخونشون هر جوری هر جای دنیا خیلی به درد مدل برنامه ریزی و هدف گذاری ما آدما تو زندگیمون میخوره این اپیزود تو هفته های پایانی سال میلادی 2022 داره ضبط و پخش میشه اون چیزی که تو این موقع ها آخر هر سالی برای همه ماها خیلی مهمه چطور هدف گذاری کنیم برای سال بعد چیکار کنیم که به هدف اون برسیم چه جوری برنامه ریزی بکنیم من میخوام امروز راجع به برنامه ریزی هایی صحبت کنم که اکثرش تو هر مقطع زندگی ما با این موج ها ممکنه یه جایشون خراب بشه و ما رو یه جورایی ناامید دل سرد کنه دوستان اولین چیزی که تو چنین شرایطی ما باید در نظر بگیریم اینه که چون موج هست ما نمیتونیم دست از برنامه ریزی ساختن و حرکت در مسیر و رسیدن به هدفمون وا ما باید تلاشمون رو بکنیم یعنی چی یعنی اول از همه باید بپذیریم که تا جان در بدن داریم در روی این کره خاکی هستیم ممکنه که یک اتفاق نابه هنگامی بیفته و یک قسمتی از اون خونه ای که ما ساختیم خراب بشه ولی نه ایده اون خونه خراب شده نه همش زیر بناش سر جاشه. مهم اینه که بتونیم فاندیشن اون خونه رو یه جوری بذاریم که هر باری که این موج میاد، میلگردا همچنان باشه تو زمین و اگه یه سری چیزها رو بریزه و از بین ببره، ما هنوز بدونیم که به کدوم سمت داریم میریم و آروم آروم به ساختن و پرداختن و حرکت در مسیر برقیش قدم برداریم. مهم اینه که یاد بگیریم تمرکزمون رو نباید از دست بدیم. تمرکز باید رو اون چیزی باشه که میخوایم بهش برسیم و هر بار هم یه قدم به جلو مهم اینه که بدونیم که uncertainty یا عدم یقین عدم اطمینان اون چیزیه که ما رو ممکن از رسیدن به هدفمون باز بداره خب حالا وقتی اینا رو بهتون گفتم به خود تو کنیم هدف چی میتونه باشه که برای رسیدنش انقدر سختی عدم یقین عدم ثبات رو ما میتونیم تحمل بکنیم این هم خیلی سوال خوبیه توی هدف گذاری راجبش خیلی صحبت میشه مهمترین قسمت اینه که ما پرپسمون رو هدف و واقعیت وجودیمون رو روی این کره زمین پیدا بکنیم خیلی وقتا این حالت کلیشه ای پیدا کرده ولی من میخوام بهتون بگم که بیاین یه ذره متفاوت بهش نگاه کنیم ببینین که من سلماز برای چی دارم زندگی میکنم واقعا از زندگیم چی میخوام هر روز با یک از کلاینتام صحبت می‌کردم گفت من میخوام خوشحال باشم گفتم خب خوشحالی که همینجوری نیست که تو را بگی بگی من همیشه خوشحالم چه میدونم هر, هر اتفاق بیرونی ممکنه که حال روز تو رو خراب بکنه من تو مهم اینه که چجوری برگردی به جاده خوشحالی با شکرگزاری با دعا با انرژی مثبت اون از نظر اسپریتچوالی و معنویش میشه بغیش اینه که آخه به کدوم سمت داری حرکت می‌کنی چی خوشحالت میکنه تو زندگی چی حس مفید بودن روی کره زمین رو به تو میده مهم اینه که بدونیم که هر بار که این موجها تو زندگی به ما برخورد میکنن اول نگاه کنیم ببینیم آیا پرپز من هدف من دلیل وجود من رو کره زمین بزرگتره یا این موجه مسلما دلیل وجود من رو کره زمین بزرگتر مثلا در این شکی نیست آیا آسون اینجوری فکر کنیم نه آیا صد دفعه تو مسیر ممکن نیست که دلیل و پرپس وجودمون رو روی کره خاکی بخوایم مادیفای بکنیم یعنی دوباره تعیین بکنیم روش کار بکنیم چرا ولی مهم اینه که آخه به یه جای بند باشیم دیگه بگه نه این موجا میان هم ما له میکنم میرن ما هیچی به هیچی نمیرسیم خدافظ شما یه روزی هم که باید با این کره خاکی خدافظی کنیم بذاریم بریم یادمون باشه تنها چیزی که میتونه حال ما رو تو زندگی خوب نگه داره پرپسمونه دلیل وجودمون رو, رو روی کره خاکی تنها چیزی که میتونه ما رو با انگیزه نگه داره حتی در سخت ترین روزهای زندگی هدف و بعد حرکت در مسیرشه هر بار که اون خونه شنی ما رو موج بزنه و یه تیکش رو خراب بکنه ما میتونیم برقش رو دوباره درست کنیم یک بیشتر کار کردیم بیشتر یاد گرفتیم و دو مهم اینجاست که میدونیم که این شدنیه خراب میشه ولی شدنی بیعدالاتی هست ظلم هست مانه های زیادی وجود دارن همه اینا درسته ولی شدنیه پس اولین اولین قدم در راستای حرکت برای رسیدن به اهدافمون چی شد؟ پذیرش اینه که ممکنه امنیت وجود نداشته باشه ممکنه مانع زیاد وجود داشته باشه تیر و ترکش زیاد به ما بخوره برای هر چی برای رسیدن به اون موقعیت شغلی که دلمون میخواد برای ایجاد یه خانواده ی گرم و صمیمی برای مهاجرت برای درس خوندن برای فارغ و تحصیل شدن برای بیزینس رو انداختن برای همه اینا ما اول باید بریم چرا پرپس من چی، هدف و قایت و مقصود اصلی من چیه تو این دنیا و برای چی من میخوام این بیزینس رو بزنم برای چی من میخوام این درس رو بخونم و بعد یادم باشه بعد آروم آروم پام بکنم تو آب آروم آروم استپ با استپ قدم به قدم برم جلو و هر موجی که میزنه ممکنه منو یه ذره معلقم بکنه سورپرایز نشم من اتفاقا این یه مساج رو زدم برای یکی از کانت هم دوست دارم اینجا با شما راجبش صحبت کنم راجب سورپرایز شدن و نشدن من نمیدونم شما این فیلم رو دیدین یا نه یه مدتی وایرال شده بود یه فیلم از بالا از یک ریل راهانی که از وسط یه بازار میوه و سبزی میگذره نمیدونم اونجا چین تایلند ویتنامه نمیدونم اونجا کجاست یکی از اون کشورهای خاور دور بعد مثلا شما تصور کنین که یک راه روتوری اون ریل که مثلا به اندازه سه تا آدم که دستای همو باز بگیرن ارزش انقدره دو طرف اون ریل مغازه است و فاصله مغازه با اون قطار یه متر هم نمیشه خیلی کمتر بعد اینجوریه که اینا همه بسات کردن روی ریل روی ریل راه هن. به مجرد که از دور صدای قطار رو همه جمع میکنن و اصلا عجیبه ها یه تیکه میوه هم نمیمونه رو و وای میستن قطار میاد رد میشه دوباره همه پخش میکنن رو همون ریل یعنی یه جوری انگار بودن یک چیز مانع بزرگی به نام اون قطار وسط بساتشون اصلا یه چیزی که با در پذیرش مطلق هم هر بار با اومدنش میگه ای بابا این دوباره اومد بعد یه چیز جالبی که من دیدم تو این فیلم اینه که کسی با زمان کاری نداره همه با صدا کار دارن صدا رو که میشنون میگن جمع کنین این اومد فکر کنین یعنی برنامه ریزی هم وجود نداره ولی دارن سروایو میکنن دارن زندگی میکنن هدفشون چیه هدفشون فروختن هدفشون بسات کردن رون ریل و جلو بردن کار و تجارتشون حالا من میخوام بهتون بگم اینو بیارید تو زندگی خودتون بپذیریم که یه قطارای هست یه موجای هست میاد حالا یه موقع اون موج میتونه اتفاقاتی باشه که تو ایران داره میفته این همه خبر بعد حال خراب دیگه دیگه ما میپذیریم آیا درسته این نه آیا عدالت نه آیا ظلم نیست چرا صد درصد آیا ما رو رنج نمیده چرا ولی وقتی میپذیریم وقتی وسط جنگی این اتفاقا میفته وقتی داری یه بیزینسی رو رام میکنی میخوای چه بری دانشگاه درس بخونی همه چیزای سختی که تو زندگی ما با موانع بزرگ میان سراغمون اینا همچین راحت اتفاق نمیفته اینا دائم بهشون موج میخوره و ما باید بپذیریم که هدفامون هستن جلومون و فقط ما باید در راستای رسیدن به اونا بپذیریم اینا هستن هدف هست موج هست بیادلاتی هست همه اینا هست پس یه چیزی که من خیلی وقتا با کلاینت هم راجبش کار میکنم تو هدف گذاری بحث هدف گذاری اینه که هدف رو اون پرپس رو هوک میکنم قلاب میکنم به یه چیزی خارج از خودشون به یک آدمی یک معنای خارج از خودشون بعد دیگه نمیتونم وا بدن چون خیلی وقتا ما به خودمون روا نمیده میگیم ولش کن بابا ولی چون یه آدم بیرونی یه چیز بیرونی یه مفهوم و معنای بیرونی هست دیگه نمیتونیم ولش کنیم به خاطر اونم که شده تلاش میکنیم پس یک شد که خودمون رو بشناسیم پرپس واقعمون رو پیدا کنیم بپذیریم که آگاهی رنج داره درد داره و هرچی بیشتر بدونیم ممکنه بیشتر رنج بکشیم ولی با جهنم مرکب نمیشه زندگی کرد یه واقعیت اینو باید بپذیریم و یاد اون باشه دوستای من آخر هر تونلی که بسیار هم تاریکه توی زندگی نوره انتخاب ما میتونه این باشه که از تو این تاریکی رد و به نور برسیم و برای همیشه تو تاریکی نمونی دوست عزیزم خیلی متشکرم از حضور گرمتون من هدفم این روزها فقط اینه که به تعهدم که هفته یک بار بیام و آن چه که توی این مدت میبینم رفلکشن من انکاس من ازشون رو بیام باتون در میون بذارم به این تعهده فقط واقعا دارم سعی میکنم پایدار بمونم بسیار بسیار, بسیار کار سختیه برای اصلا یه موقعی میگم ولکام و کیمت صدا منو گوش میکنه ولی بعد با خودم فکر میکنم برو نگاه کن دانلود دارو برو ببینم اما رو نشون میده که هستن کسانی که واقعا احتیاج دارن دارن گوش میدن اگر احیانا به هر دلیلی احیانا که نه صد درصد جو توی پادکست یه خورده همچین منفی تر از قبله ازتون از میکنم متاسفم دیگه این زندگی که این روزها وجود داره تقویم جلوی من داره آذر ماه 1401 رو نشون میده و اینا یک روزهایی که توی تاریخ زندگی ما چه توی ایران چه تو خارج از ایران برای همیشه ثبت خواهد شد. هدف من اینه که مفاهیمی رو باتون راجبش صحبت کنم که میبینم برای خودم و کلاینت بیشتر از همه داره کمک احواله. اینم هست پرپس من دیگه. اینم هست قصد و نیت من برای بودن در کنار شما و برای آن چیزی که میتونم هر چقدر من بنده حقیر به شما انتقال بدم خیلی دوستتون دارم آرزوی قلبیم سلامتی هممونه آرزوی قلبیم دل شادمونه آرزوی قلبیم اینه که هممون به زودی زود یک نفس راحت بکشیم بگیم آخش به یه جای خوبی رسیدیم رسیدیم به تهین تونل تاریک ولی به نور رسیدیم خیلی دوستتون دارم مهدی پسیان عزیزم متشکرم که هستی ممنونم از موسیقی و سمان جونم متشکرم که با این عشق دقت صدای من رو ادیت میکنی با امید روزی که با یه دل پرنور بگم دلتون شاد و تنتون سلامت